خدمت همه دوستان، همراهان همیشگی تکنیکال، با مجموعه دیگه از وبینارهای هفتگی در خدمت شما هستیم. هفته اول در حقیقت ماه سپتامبر رو پشت سر گذاشتیم. خیلی خوشحالیم دیگه در کنار شما هستیم. به همه دوستانی که در حقیقت به جمع ما اضافه شدن سلام عرض میکنم. یه نکته در مورد این PTA بوکس بگم که توی فولدر در حقیقت دراپ باکس من شیر کردم. کتاب های بسیار خوبی شیر شده. اکثر کتاب ها سعی شده که در حقیقت کپی رایتش رعایت بشه، برای همین بعضی از کتاب ها در حقیقت به زبان انگلیسی، بعضیش فارسی. بهترین این کتاب ها مورد علاقه خودم در واقع کتاب Law of Success هست، کتاب در واقع ریچ کید، در واقع ریچ داد پور کید هست، کیوساکی. اینا کتابایی که بسیار عالیه. سیکرت آف میلیون دلار، تینک اند گرو ریچ، که راجع به اینا ما قبلا خیلی صحبت کردیم، تو سالهای گذشته صحبت کردیم و در واقع دیگه خیلی نمیایم صحبت کنیم راجع به در واقع کندل استیک. ما یه کتاب خیلی خوب گذاشتیم، شکست رو گفتیم، خیلی مطالب مختلف راجع به متا تریدر، سیک سیگما، اشتباه بزرگ معامله‌گران، 7 عادت در واقع معامله‌گران موفق. اینا کتاب‌هایی است که در حقیقت انگلیسیه، بعضیش انگلیسیه، بعضیش فارسیه. خیلی‌ها سوال کردن بعضی از محتواهای کتاب‌های در واقع فارسی که ترجمه شده، به خاطر اینکه در حقیقت مترجم تریدر نبوده خیلی دقیق نیست. پس اگر کتابی رو ترجمه فارسیش رو احیانا مطالعه میکنید، حتما سعی کنید که در حقیقت بتونین اون علم در واقع مترجم رو هم درک کنین. اگر مترجم تریدر نیست، احتمالا خیلی از مطالب ناقص و ناتمامه. پس خیلی راحت میتونین این فایل دراپ باکس رو، اگر دراپ باکس ندارین باید دانلود کنین، نسخه دسکتاپش رو بگیرین. لینک رو بعد از وبینار من شیر میکنم توی کانال تلگراممون که آدرسش این زیر درج خواهد شد، @pta11. خیلی راحت هم هست، میتونین سرچ کنین، کانال ما رو داشته باشین و در واقع از مطالب مختلف ما هر روز واچ لیست میگیم. یعنی کانال تلگرام ما رو ببینین، هر روز پر است از بهترین جوفرزه و بهترین پتانسیل ها، میتونین اونا رو دنبال کنین. در ضمن برای دوستانی که در حقیقت دوره PTA رو گذروندن، خبر خوش اینه که ما گروه تلگرامی داریم که در اون گروه مثال های متنوع، پوزیشن ها، سیگنال ها و همه اون چیزی که بچه ها نیاز هست رو در حقیقت ما به اونها میدیم. در حقیقت روزی 5 ساعت از ابتدای بازار نیویورک تا انتهای بازار نیویورک من به صورت لایف هستم، اونجا سوالاشون رو میتونم بپرسم. این یک در واقع میتونم بگم کار اضافه بر سازمانی است که بچه های در واقع گروه بعد از دوره گذروندن دوره PTA از من خواسته بودن. قبلا گروه فیسبوکی داشتیم، الان در واقع به خاطر حالا فیلترینگ و مسائل جانبی سعی کنیم گروه تلگرام رو داشته باشیم. الان بچه هایی که هستن به صورت مداوم چارتاشون رو میفرستن، نکته هاشون رو میفرستن و در واقع اونجا به صورت روزانه با همدیگه حتی کانورسیشن دارن، مکالمه دارن، چارتاشون رو مقایسه میکنن. پس میتونه در خوبی برای اون دوستانم باشه. خیلی ها سوال کردن نحوه اضافه شدن به گروه تلگرام. گروه تلگرام صرفاً مخصوص در واقع، مرسی احسان جان که فایل دراپ باکس رو برای ما شیر کردی برای دوستانی که ندارن، صرفاً گروه تلگرامیمون برای دوستانی که دوره PTA رو گذروندن و این به این دلیله که در حقیقت به خاطر این هست که بچه ها با یه زبون مشترکی میتونن با هم صحبت کنن. پس بنابراین چون اگر الان ما گروه بذاریم، بچه ها زبون های مختلفی دارن، احتمالا شاید سیگنال های اشتباه بدن، مطالب جا به جاشه، راهنمایی اشتباه بکنن همدیگر. اما وقتی که زبونشون یکسانه، با استراتژی PTA میرن جلو، خیلی راحت در واقع میتونن به نتیجه برسن. حالا هفته گذشته بچه هایی که هستن در واقع تو قسمت چت باکس الان میتونن بگن هفته گذشته ما چند تا در واقع سیگنال داریم، چند تاش درست بوده،
سیگنال نمیدیم معمولا، عدد انتری پوینت و اگزیت پوینت خود بچه ها در واقع کسایی که گذراندن همه چون با یه استراتژی کار میکنن همه در یه لحظه یه چیز رو میبینن و خیلی قشنگه و این قشنگیش به یه اجماعی میرسن. این از دوتا نکته اول. خب میریم سراغ اول، بریم سراغ اخبار. اخبار پیش روی هفته آینده، هفته دوم سپتامبر شروع خواهد شد. این اد بلاکر ما در حقیقت بلاک کرده اینو و خوشحالیم که بلاک میکنه این تبلیغات رو. یادتون باشه اگر با در واقع از فارکس فکتوری از سایت های دیگه استفاده میکنین، همیشه سعی کنین یه نرم افزاری داشته باشین که بتونین این ادا رو بلاک کنین. حالا در واقع به خاطر بلاکش یه مقداری این جلو عقب. دوشنبه در واقع با خبرهایی روی حوزه پوند انگلستان شروع میشه. جی دی پی، مانیفکتچرینگ، پروداکشن، که دیگه واقعا توضیح این بعد از شاید الان بیش از یک سال ما وبینار داریم، شاید بیش از 20 بار ما این جی دی پی رو توضیح دادیم. فقط یادتون باشه یکی بعد از او به وقت تهران. تصویر نداریم، فهم میکنم سایر بچه ها تصویر دارن، شاید خودت در واقع به گونه ای است که تصویر نداری. اگر سایر دوستان هم تصویر ندارن میتونم بفرمم، اما من این گوشه دارم میبینم تصویر در حقیقت کاملا داره پخش میشه. روز سه‌شنبه 11 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر خبر داریم. Average Earning Index، گزارش 3 ماهه، 4 بار در سال این اعلام میشه. نگاه کنین، حالا اینم توضیح بدم، بعضی از خبرها این M در M رو داره، یعنی به صورت ماهانه است. بعضیاش 3M در یه رو داره، به عنوان مثال میشه 4 بار در سال. بعضیش Q در Q داره، کوارتری یا فصلی. بعضیاش Y در Y داره، حالا کوارتری اینجوری میشه که به معنی سال به سال، کوارتری به کوارتری. چهارشنبه 12 سپتامبر PPI بر روی دلار ایالات متحده و کور کرول اویل داریم که این دوتا هم میتونه تأثیر بذاره، مخصوصا PPI که اعدادش اینجوری قراره اعلام شه. قبلیش عددش صفر بوده و قرار 0.2 پیش بینی میشه که در واقع اعلام بشه، پس بنابراین میتونه تاثیرگذار باشه. روز پنج شنبه توی هفته دوم ماه سپتامبر، بله بالا رفتن پی پی آی ارزشش رو افزایش میده. اینکه چقدر تاثیر داره ما نمیدونیم. روز پنج شنبه 13 سپتامبر میتونم بگم روز پرکار خبری هفته آینده خواهد بود. دو تا خبر: employment change، unemployment rate روی دلار استرالیا. سه تا خبر در واقع بیشتر روی در واقع bank rate pound که به نظر میرسه همین اعداد خواهد بود. حالا باید ببینیم چه اعدادی اعلام میشه و در واقع آیا هایک خواهند کرد، آیا بالا خواهد رفت این ریت بانکی. به نظر میرسه که بالا نخواهد رفت، کارشناس رو پیش بینی میکنه. حالا باید ببینیم 0.75% باقی میمونه یا بالا میره، پس میتونه بسیار ولتایل باشه پوند انگلستان. بعدش خبر داریم روی حوزه یورو. EFC در واقع European Central Bank کانفرنس خواهد داشت، ریفایننسینگ ریت رو خواهد گفت. ریتش همون جوری که میبینید صفر پیش بینی میشه، صفرشه. پس دو تا ریت مهم قرار روز پنجشنبه اعلام بشه، یکیش روی یورو، یکیش روی پوند. و در نهایت USD که CPI و کور CPI ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران اعلام خواهد شد. روز جمعه هم اخباری که داریم روی دلار در واقع پوند بریتانیا، گاورنر کارنی صحبت خواهد کرد و روی دلار ایالات متحده ریتیل سیلز و کور ریتیل سیلز اعلام شد که میتونه در واقع جابجا کنه دلار رو. خب میریم سراغ چارتا. تا دوستان چارتایی که دوست دارن و تحلیل کنن بذارن تحلیل کنن، من از چند تا از دوستانی که در حقیقت کار کردن PTA رو
در حقیقت کار میکنن، درخواست کردم نتایجشون رو برای ما بفرستن تا برای دوستان بیان منتشر کنیم تا دوستان ببینن چه نتایجی میتونن بگیرن. من شروع میکنم. مثلا این دوستمون نتایجی که داره همونجوری که میبینیم بسیار مهمه که پازیتیو بوده هر ماه 3%، 1%، 2%، شاید 2%ش. البته نکته‌ای که میخوام بگم این دوستمون 1% اکانتشو در واقع ترید میکرده. 3% به معنای در حقیقت 3 ترید 1%، یعنی اگه بخواین حساب کنین شاید 2 پوزیشن گرفته شده 4%، یه دونه در واقع غلط گرفته میشه 3%. حالا باز بستگی داره، میتونه تعداد درست غلطی زیاد شه. ما چیزی که در نهایت آخر هر ماه برامون مهمه درصد میزان رشده، مثل هر بیزینس دیگه. این مثال اول، همونجوری که میبینین از اول سال اگه بخواین کامپاوندینگ حساب کنین بالای شاید میشه گفت 20-25% سود داشته. عکس بعدی متعلق به یه دوست دیگه‌مونه با ریسک بالاتر. همونجوری که میبینین در واقع از 8% داشته 11% داشته، 2% داشته 11. خب ریسکش بیشتر بوده، یه ماه منفی هم داشته 16% داشته، 4% داشته، 6% داشته، اما اوورال به نظر من بالای شاید 40% تا الان سود داشته، حتی بیشتر از 40%. میم سراغ یه دوست دیگه‌مون که در واقع لانگ ترم تره، یه اکانتی که در واقع $1,000 گذاشته، دپازیت گذاشته، اما این اعدادی که میبینی این اعداد 1 سال و 2 ماه نیست. حالا میریم رو چارتش میبینی، همون جوری که میبینین در واقع 23,000% سود داشته، اما تو چه مدت چقدر. این در واقع این به ما کامپاوندینگ درصد رو میده، یعنی کامپاوندینگ ما راجبه ماشین حسابی میکنه داریم صحبت کردیم و در واقع ابسولوت گینش یه چیزی هولوش 10,000%، نه 23,000%. بریم ببینیم چه جوری شده. همون جوری که میبینین در واقع با $1,000 شروع کرده و الان فهم میکنم بلنسش 23,000، نزدیک $24,000. حالا بریم رو چارتا ببینیم در حقیقت چه جوری ترید کرده. از 2018 شروع میکنم. حالا عکسی که گرفته، من خواهش کردم از این مشخصات بالا هم گرفته باشه که همه بدونن درسته. همون جوری که میبینین در حقیقت از 2013 شروع کرده، نتیجه 5 سال 6 سال تراش کاملا پی تی ای هم هست. این درصد سال در واقع 2018 شه. همون جوری که میبینین یه مقدار درصداش عجیب غریبه، کمه. اول از همه من برم سال اگه پیدا کنم، آره 2014 رو شروع کنم بیام. از 2014 شروع میکنیم میریم جلو. همون جوری که میبینین در واقع جنیوری فوریه خیلی عالی کار کرده 2014 رو. همون جوری که میبینین بیش از شاید 200-300% گرفته و خیلی هم عجیب غریب نیست. بچه هایی که با پی تی ای آشنان 40% 10 ترید درست تو پی تی ای میشه، خیلی عجیب و غریب نیست. کل تعداد تریدش توی این 5 سال یا 6 سال 1163 تاست، پس خیلی آمار عجیب و غریبی نداره. پروفیت فاکتورشه که نجاتش میده. اگه نگاه کنیم اوورال پروفیت فاکتورش پیش 2 برابره، یعنی کاملا پی تی ای رو قانونش خوشبختانه رعایت کرده. همونجوری که میبینین 100% تریداش نیست، 85% تریداش درسته، 87% در واقع 85% تریدای بایش درسته، 87% تریدای شورتش درسته. پس داره نشون میده که حتی 15-13% اختلاف احتمال خطا هم وجود داره. اما نکته ای که هست مانی منیجمنتش خوبه و البته دقتش. این از سال 2014. میریم سال بعد 2015 حتی میخوام بگم اعداد منفی هم بعضی وقتا بعضی ماها پیش میاد، یعنی 6% یه جا منفی بوده، یه جا 1%، ماهای 1%، 2% داشته. همونجوری که قبلا عرض کردم هر ماه در واقع
علی جان نحوه استیتمنت گرفتن رو در واقع کاملا توضیح دادیم. این تریدینگ جورنال تو افیکس مای افیکس بوک شما میتونید جورنال به این نحو داشته باشین و در واقع بچه‌ای که پی تی ای رو میگذرونن همشون درخواست میشه که این کار رو بکنن. سال 2015 همونجوری که توضیح دادیم همه این ماها قرار نیست شما 10% 15% شاید یه ماه 6% هم بگیری. اون ماهی که 6% منفی شدی شاید خیلی ها صبرشو نداشته باشن رها کنن این کار رو، اصلا بگن این کار به درد من نمیخوره، من منفی شد. مثل هر بیزینس دیگه شما یک ماه خوب داری یه ماه شاید بد داری، یه ماه 1% منفی داری بعدش یه ماه 1% مثبت داری، پس شاید کاور کنه اینا رو. اما بعدش نگاه کنین یه ماه میاد دسامبر که هیچ وقت در واقع آدم توقع نداره 12% میگیره. سال این 2015 2017، حالا 2000 بعضی سالاشو نگرفته، 2017 دوباره نگاه کنین 2% 2%، اینجا سرمایهش بیشتر شده، ریسکش آورده پایین، کاملا مشخصه شاید تریدای ریسکی دیگه نمیکنه. و در نهایت این سال 2018 که تا الان به این سبک پیش رفته. اما چند تا نکته‌ای که میخوام بگم مثل همیشه نکته‌ایه که یکیه. یک، از مجموع تریدای لانگش درست ترید کرده 85% درست بوده. از مجموع تریدایی که سل زده 87% درست بوده. مانی منیجمنت کاملا رعایت شده. شما یا میتونی بهونه بیاری یه کاری رو شروع نکنی یا در واقع کمکاری کنی، بگی یه روز 1:3 میذارم، 1:4 میذارم، ریسک فری نمی کنم، یا اینکه میتونی کاملا در حقیقت بیای و اون کار رو اپلای کنی، کاملا بیای در حقیقت بشینی و ببینی که چه اتفاقی افتاده، یا نظارگر توی این مارکت باشی یا تصمیم بگیری و شروع کنی و برنامه‌ریزی داشته باشی. اگر طبق برنامه‌ریزی پیش بری مارکتیه که پیش رفته. این دوستمون هم یه جا مثل شما از صفر شروع کرده، امروز جاییه که $1000 شده، در واقع اگر بریم رو همون عکس اول $1000 در واقع شده 23,000، نزدیک 24,000 دلار، این یعنی 24 برابر. پس با پولای کم هم میشه شروع کرد. چند سال طول میکشه؟ برای این دوستان 5 سال طول کشیده. آره 2014 براش خوب بوده به خاطر اینکه شاید اولش بوده ریسکای بزرگتری برداشته. پس بنابراین هیچ وقت هم خوبیش اینه که هیچ وقت خبر نداری ماه دیگه چه اتفاق میفته. شاید 2014 شما همین سال 2019 باشه، 3 ماه پایان باشه. شاید در واقع مخصوصا وقتی که آدم استارت میزنه خب انگیزش بیشتره، یه مقدار ریسک بالاتر هم داره، تعداد تریدت میره بالاتر. و پس $1000 در واقع شده $240,000. پس من کاملا عدد رو، آره من با این 23,000 تا 23,000% قاطی کردم. همون سال اول کاملا مشخصه که در حقیقت نگاه کنین سال 2014 کاملا به قول حالا کسایی که تو استاک مارکت کار میکنن لیفت آف کرده. آره بالانس اینجا $240,000 الان همون جوری که میبینین، $1000 دپازیت بوده، $240,000. کیان میگه اسکل پس نیاز نداری، تو وقتی که میتونی با یه سیستم ساده که 7 ماهی 5 تا دونه 6 تا دونه ترید میکنه تو ماهای مختلف 4%، 5%، 10% سود کنی، تو مثل هر بیزینس دیگه ای توی بازه در واقع 5 ساله باید در نظر بگیری. نکته ای که هست، یکی از چیزایی که سوالی که الان دوستمون میپرسه خوبه، میگه چرا حجم تریدش از 2017-18 اومده پایین تر؟ به خاطر که سرمایهش رفته بالاتر. وقتی سرمایهش رفته بالاتر خب این اومده تریدهای کمتری کرده، لذت بیشتری احتمالا برده و در حقیقت خیلی دوست داشتم خودش بیاد در مورد استیتمنتش صحبت کنه. متاسفانه خودش امروز هم نیومده و دوست نداره صحبت کنه، اما من ازش تقاضا کردم، اونم به خاطر اینکه خیلی از دوستان میگن چجوری با ماهی 10%، 5%، 6% ما بیایم این کار رو انجام بدیم. این کار شدنیه، چون همون 5 درصدهای کوچک در آخر سال میشه 100%.
میشه 50%. شما یه بیزینسی رو داری حساب میکنی، 4 سال اون بیزینس رو داری ران میکنی و بعدش به جایی میرسی که نگاه کنی اینجا همچین نتایج عجیب غریبی هم نداره بگیم ماهی 200%، 100% گرفته. سال خوبی بوده 2014، اما شاید تو همین 2014 هم این 2% میتونسته اذیتش کنه، یا 2015 یا 1% میتونسته کاملا معیوسش بکنه، اما معیوس نشده، پشت کار خودش ادامه داده. پس بنابراین خیلی مهمه که بدونین این کار شدنیه، فقط شما باید مصمم باشین، تصمیم بگیرین و به قول در واقع انگلیسیش میشه ددیکیت، باید کاملا مصمم باشین تو این کار، باید کاملا در حقیقت وقت و فرصت خودتون رو بذارین پاش، استراتژی کامل داشته باشین، برمیزی داشته باشین، برای آیندهتون برمیزی کنین، نه برای 2 ماه آینده، بگین 2 ماه آینده به اونجا می‌رسم، برای 6 سال، 5 سال، 10 سال آیندهتون. چون این ویژنی که بهتون میده، هزاران بار ما رفتیم توی کامپاندینگ کلکولیتور صحبت کردیم، هزاران بار در واقع ما گفتیم شما با 5%، 7% در ماه هم بعد 3 سال میتونی در واقع سود خوبی داشته باشی. یه نکته ای که کیان جان دارم باز اشاره میکنم، اسکل به تو مانی پروفیت فاکتور اینجوری نمیده. اگه نگاه کنی اینجا پروفیت فاکتور 2ه، یعنی هر تریدت به ازای هر ریسکی که میکنی 2 برابر در واقع ریوارد میگیری. تو اسکلپینگ شما ریواردهای جزئی جمع میکنی و در دراز مدت کسایی که دی ترید میکنن ضرر ده هن. چرا؟ به خاطر اینکه کلی در واقع اسپرید میدن و در واقع اسپرید میدن و کلی سواب میدن، کلی در واقع وقت میذارن. علی پرسیده هدف این وبینار چیه؟ هدف این وبینار در این وبینار هم در ادامه وبینارهای گذشته است. هدف خاصی ما تو وبینارها نداریم، بازار رو تحلیل میکنیم و در حقیقت همین کارا رو میکنیم، هدف خاصی نداریم. گفته تریدرهای پرایس اکشنی که تو تایم فریم های کوچیک کار میکنن روزانه 10% به دست میآورن، پس چطور استاد؟ پرایس اکشن، آره میتونی پرایس اکشن کار کنی. پرایس اکشن با اسکلپ فرق میکنه، دوتا مطلب جدا رو داری با هم تلفیق میکنی. کسی که پرایس اکشن میکنه به هیچ وجه کسی که اسکلپر هست نیست. پرایس اکشن عموما تایم فریم های M15 به بالاه و در حقیقت گفتی مرسی، آره هدف این وبینار هم میتونیم بزنیم پاسخ به پرسش های شما و در حقیقت کسی که پرایس اکشن کار میکنه عموما چارت M1 یا M2 یا 30 ثانیه خیلی پرایس اکشن نداره، اونجا بیشتر هیجان بازاره. واقعیتی که ما تو آموزش ها خیلی راجبش صحبت کردیم، در حقیقت حقیقت این بازار عرضه و تقاضا، تایم فریم های پایین بسیار در واقع این عرضه و تقاضا نوسانات میتونه اذیت بکنه. یه چارت خیلی قشنگی که همین اول میخوام بهتون بگم، چارت پوند به ین، بسیار چارت قشنگه تو تایم فریم ویکلیه. اگر دوست دارین میتونین اینو دنبال کنین و در حقیقت کاملا این چارت رو تو تایم فریم ویکلیه دیگه، تقریبا میتونم بگم خیلی تایم فریم بلندیه، اینجوری نیست که خیلی سریع اتفاق بیفته و میتونین دنبالش کنین و در حقیقت البته الگوی مثلث نیست با عرض شرمندگی، الگوی مثلث نیست به خاطر اینکه این حرکت از بالا نیومده، این در واقع بیشتر شبیه الگوی پرچمه، حالا یا وج بهش میگن، گوه میگن، فلگ میگن، هر چیزی که میخوان بگن، بیشتر شبیه اونه چون از پایین حرکت کرده. حرکت دقیقا به خاطر همین این مثال هم آوردم، مثلث از بالا میاد، البته اگه من زرد بکشم، مثلث از بالا حرکت میکنه و بعد داخل اینجا میفته و بعد میشکنه میاد. این مثلث نیست، این در حقیقت یه حرکت بیشتر شبیه پرچم داره اتفاق میفته، گوبه از پرچمه که از ذل پایینی اومده زده بیرون. نکته ای که هست، خود پرچم در واقع خیلی وقتا از بالا حرکت میکنه منتظرن، اما در واقع اینجا اومده پایین حرکت کرده، باید ببینیم چه اتفاقی در نهایت میفته، ارزش دنبال کردن رو داره. دوستمون طلا رو خواسته بود، دوستانی که در واقع جوفرزای خاصی مد نظرشون هست
میتونن در حقیقت بذارن تو قسمت چت که ما به اونا اونا رو بررسی کنیم. طلا H4، اول دیلی رو که بیایم بررسی کنیم، طلا یه وضعیت وسطی داره، یعنی در حقیقت یه لو این پایین زده، یه های این بالا زده. بیایم تو H4 شاید جالب تر باشه، بیت کوین حتما. در حقیقت اینجاها ما یه ناحیه داریم، اگه بخوام بذارم یه ناحیه نسبتا خوب داریم. تایم فریماشون هم اگه بذارین ممنون میشم. و در حقیقت اینجا همون جوری که میبینین توی طلا داره هایر لو، یعنی لوهایی که بالاتر از لوهای گذشته است. ما کاملا تکنیکال کار میکنیم و البته یه هایایی هم زده که از هایه قبلی پایین تره، پس بنابراین یه مقداری شاید طلا اینجا به نظرم باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. چارت بعدی میریم سراغ بیت کوین. دوستمون خواسته بیت کوین، چت ها رو بیارم اینجا. حالا فرض کنیم با این ابزار ما میخوایم ترید کنیم. من نمیدونم، یادتون باشه یه نکته ای هم که میخوام راجع به خیلی بچه ها میپرسن، این اندیکاتور ها الان این ستاش داره ترند رو نشون میده، ستاش از یه جنسه، پس سعی کنیم با هم اندیکاتور ها رو ترکیب نکنین، تلفیق نکنین. بیت کوین چارت دیلیش اگه نگاه کنیم، چارت دیلیش دوباره داره میاد به سمت همون ناحیه‌ای که ما گذاشتیم و عاجز از این بود که در واقع همین ناحیه همین مثلث ما رو بشکنه. مجید جان این مثلث قشنگ ماست، این مثلثی که تو بیت کوین در حقیقت من خیلی منتظرم بشکنه برگرده پول بک کنه بریزه، یه واش اوتی بکنه کل بیت کوین رو. نه نگران نباش، به سوالای شما میرسیم. امروز چون هفته گذشته یه مقدار تعطیل بودیم، امروز در واقع سعی میکنم یه زمان بیشتری با شما دوستان سپری کنم، چارتای بیشتری رو ببینین. اصلا نگران در حقیقت علت آوردن اون استیتمنت و تحلیل فن انگیزه دادن به شماست که شما میتونین، شما هم در واقع این بازاری است که واقعا مثل اقیانوسه، فرقی نداره شما کریپتوکارنسی کار کنی، طلا، نفت، بازار سهام، فارکس، هر چیزی که کار کنین توی این بازار فرصت هست. این چارت بیت کوین رو می‌بینین، توی بیت کوین داره این اتفاق میفته و ما شاید به نظرم، حالا دقیق من خاطرم نمیاد چون چارت‌ها رو زیاد نگاه می‌کنم، شاید ما از اینجاها در واقع منتظر بودیم این اتفاق بیفته. حالا باز باید ببینیم چه اتفاق، کاملا داره نشون میده که سلرا قیمت رو مرتب کشیدن پایین، خیلی واضحه این. بریم تو تایم فریم های دیگهش ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. تایم فریم H4 نکته خاصی نداریم، H1 چیز خاصی نداریم. حالا باید ببینیم M15 چجوری، اینم در اوایل هفته آینده باید ببینیم چجوری میشه، چون الان بازار تعطیلی یه مقدار کنج افزایشی، یه مقدار در واقع باید ببینیم. مرسی که در واقع اون چارت قبلی ما رو گفتی که کنج افزایشی اگه نگاه کنیم این علی گفت اسم فارسیشو کنج افزایشی، بسیار علی سپاسگزارم. من یه مقدار اسما رو خیلی خوب آشنایی ندارم، حتی فرق نداره انگلیسی یا فارسیش، چون اسما رو خیلی اهمیت نمیدم. توی بحث کندلستیک قبلا یادمه توی در حقیقت آموزش به دوستان گفتم که در حقیقت هیچ وقت استفاده نکنی، حالا با سفیدم نمایش بدیم، هیچ وقت در واقع به اسم خاصی به پترن خاصی در واقع ایمان نداشته باشین، سعی کنین در حقیقت کارایی رو یاد بگیرین. اگر با الگوی در حقیقت با الگوی مثلا کندلستیکی میخواین وارد نقطه ورود بشین، بیشتر از این که اون الگوی خاص مهم باشه چی اهمیت داره، در حقیقت جاری که توی بازار میاد اهمیت داره. پس بنابراین خیلی
این میتونه تاثیرگذار باشه که به جای اینکه اسم رو یاد بگیرین نحوه کارایش رو یاد بگیرین. میریم یوروکت تایم فریم H4، تایم فریم H4 رو میبینیم که در البته من ترجیح میدم از دیلی بیام پایین. دیلی در حقیقت یه دونه ناحیه اینجا داریم، یه ناحیه بسیار خوبه توی تایم فریم دیلی، همونجوری که میبینین در حقیقت بازار اومده و حرکت کرده به سمت پایین، از اینجا چندین بار قله زده و اینجا به نظر میاد که در واقع های جدیدی رو زده و داره حرکت میکنه به سمت پایین. همین این توی این هولوش فکر میکنم یه ناحیه خوب داشته باشیم. کاری که من میکنم الان این ناحیه رو میذارم در حقیقت توی این محدوده، این ناحیه رو اگه بذارم توی این محدوده تو تایم فریم دیلی احتمالاً برم H4 میتونم اون رو ادجاست کنم، میام تو H4. بله یه ناحیه بسیار عالی در حقیقت اینجا دارم که چندین بار اومده حتی اینجا موقعیت سل هم داده به ما. خیلی جالبه که یورو کد H4، من خاطرم نیست این سل رو گرفتم یا نه، اما خیلی قشنگ و کاملا شیکونده پول بک کرده سل رو داده. اینجا اومده بازار، حالا اسمی که من استفاده میکنم ایمپالسیو هست، بازار ایمپالسیو مثل یه فنر مثل فشفشه عمل کرده. اینجا ما یه بای داشتیم، کاملا بچه‌ای که پی تی ای کار میکنن این بای رو نمیدونم گرفتن یا نه، حرکت کرده رفته بالا و دوباره رسته به یه ناحیه میاد پایین. پرایس اکشن دقیقا همین رو به شما میگه، میگه قیمت از یک ناحیه حرکت میکنه به ناحیه بعدی میره. در حقیقت همیشه قیمت این حرکت رو داره. سلام مهرداد جان، خوش اومدی. و در حقیقت همیشه این اتفاق میفته. حالا جای بعدی که من منتظر واکنش یا اکشن قیمت هستم توی این ناحیه است. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا میتونه هم بای باشه هم سل باشه، اما با توجه به روند در واقع نزولی بازار به حجم به ایمپالسی به قدرت این روند، من دوست دارم که تو حرکت نزول همراه شم. پس اجازه میدم بازار بریزه برگرده پول بک کنه سلش رو بزنم. تو H1 هم اتفاق خاصی نیفتاده. H1 ما در واقع اینجا منتظر سل بودیم هفته گذشته روز جمعه، اینجا این واکنش رو هم داد، اما متاسفانه به خاطر اینکه ساعت‌های پایانی بازار بود، حالا متاسفانه یا خوشبختانه ما این ترید رو نکردیم، گرچه اگه می‌کردیم الان توی سود بودیم. اما خب وقت کاری من که تمام میشه، من برنامه‌ریزیم جوریه که وقت کاری دارم، وقت کاری من که تمام میشه دیگه به چیز دیگه فکر نمی‌کنم، سعی نمی‌کنم بیام و در حقیقت تایم در واقع ترید باز کنم، سعی می‌کنم تریدامو اگه باز دارم منیج کنم. پاوند به سی چی اف، سی یا سی ایچ اف، بچه ها میگن چرا میگی سی چی اف، بگو سی ایچ اف. بسیار عالی، با یه چارت دیگه میخوام رنگای مختلف بدم. دوستمون گفته اینجا در واقع تو دیلی اتفاق خاصی نیفتاده، اینجا تو دیلی همون جوری که قبلا ما اشاره کردیم الگوی در واقع مستطیل رو داشتیم، پی تی ای نقطه ورود به ما داد، بسیار هم این ترید قشنگ عمل کرد. نمیدونم بچه ها چقدر چند درصد سود کردن، اما من 4% 1-2 رو گرفتم و حرکت کردم. مرزاد جان همین پاوند به سی اچفه داریم الان در واقع روش کار میکنیم. تو دیلی حرکت خاصی نمیبینم. میایم H4. H4 در واقع به نظر میاد این اواخر داره یه حرکاتی اینجا انجام میده، کاملا مشخصه. نگاه کنیم این پرایس اکشن، این پرایس اکشنی است که در واقع در حقیقت داره انجام میشه. اما به نظر میرسه اگه این رو بیایم توی تایم فریم H1 میتونه در واقع براتون واضح تر باشه. میایم توی H1، این ناحیه‌ای که این پایین هست در واقع به نظر ناحیه قشنگ تری میرسه،
یه ناحیه بسیار عالی که میتونه این کار رو انجام بده. الان همونجوری که میبینی اسپرد بسیار زیاده و ما دوست نداریم ترید کنیم، البته نمیتونیم هم ترید کنیم چون بازار بسته است، اما اسپرد که زیاد میشه حدود 19 پیپ الان اسپرد داریم. یه اندیکاتوری است که من نوشتم حداقل اسپرد رو نشون میده، 19 پیپ در واقع داره اسپرد رو نشون میده، عدد عجیب و غریبیه و ما دوست نداریم این رو ترید کنیم. پاوند به یو اس دی یا کیبل تو تایم فریم اچ 1 خواستن، میایم سراغ یه تایم فریم دیگه، میایم سراغ ببینیم اول از بالا. من خیلی علاقه دارم که در واقع از بالا میام به پایین، دیلی رو نگاه میکنم، چارت اچ 4 رو نگاه میکنم، اچ 1 رو نگاه میکنم، دنبال چیز خاصی نیستم، مولتی تایم فریم هم کار انجام نمیدم، اما دقت میکنم، بیشتر دقت میکنم. کیان گفته از کجا بفهمیم استاد که قله و دره‌ها مال کدوم تایم فریم هست که شکستشون رو ولید حساب کنیم؟ مشخصه دیگه، الان اینجا در واقع اینا قله است دیگه، اینجا قله دره قله دره قله دره، هایر لو هایر ها. حتما این سوالو میپرسی، شاید اون ویدیوه ما رو ندیدی، برو در اوایل آموزش های ما نگاه کن، کاملا مشخص، فرقی نداره اینجا اگه های داریم، مثلا اگه من اینجوری نمایش بدم، اینجا اگه های، اینجا اگه های داریم یا این بالا های داریم یا اینجا های داریم، اینا رو بریم تو H4 هم های دیگه، چه فرقی داره؟ یا بریم H1 هم احتمالاً من ریسک کنم که دوستان برون اینجا هم هایه، هیچ فرقی نداره. میریم سراغ در واقع سوال بعدی، گفته حمایت، سطح سطوح حمایت، ناحیه منظورته، ناحیه اگه منظورته ناحیه برای شناساییش باید بری در واقع آموزش ها رو ببینی تا آشنا بشی. نظیر گفته اگه بازار لندن رو دنبال کنیم باید تا آخر دنبال کنیم، به شمول 4 ساعته نیویورک و لندن، یا این 4 ساعت رو حذف کنیم. منظورتون واقعا بعضی سوالاتون رو بچه‌ها یه بار بخونین بعد تایپ کنین. اگه منظورت اینه بازار لندن و نیویورک اینجوریه، این بازار لندنه، بازار نیویورک اینجا شروع میشه، این نیویورکه، یه اوورلپی داره با هم دیگه، یعنی یه گپ داره، یه اوورلپ داره، یعنی وقتی که نیویورک شروع میشه لندن هم بازه. شما اگه لندن رو 8 ساعتش رو میخوای کار کنی، اینم کار میکنی دیگه، اگه نیویورک رو 8 ساعتش رو میخوای کار کنی، اینم خودم از شروع نیویورک کار میکنم تا 5 ساعت آیندهش، تا 5 ساعت بعدش. این وبینار فردا قرار میگیره تو یوتیوب، عجیب. خب میریم سراغ پاوند به در واقع یو اس دی، خیلی راحت در حقیقت. باز اچ 4 شو من میبینم، اچ 4 شم در واقع خیلی چیز نیست، خیلی قوی نیست، من فقط یه ناحیه خوب اینجا میبینم، یه ناحیه خوب اینجا میبینم، ناحیه بالایی نمیبینم. تو اچ 1 در واقع H1 هم خیلی عجیبه، حرکتش شاید بیشتر حرکت تحت تاثیر خبریه، من دوست ندارم، من این چارت رو شاید دوست ندارم. AUD به CHF 4 ساعتش رو دوستمون خواسته، میام سراغ این، البته اینو باز میذارم، بچه ها میگن که موی اوریج ده. خب این که بازارش کاملا ریزش ریخته دیگه جا نداره، شما اگه بخواین اینجا ترید کنین تو کف کف ترید کردین، پس بنابراین خیلی ارزش نداره که ترید کنین. ما چارتایی رو ترید میکنیم که در حقیقت بتونیم اینجا سل بزنیم، این حرکت پولبکش رو کرده ریخته. H4 هم نگاه کنیم بهش، بارها اینو گفتم، میگن fully extended، یعنی خیلی بازار ریخته توی جهت، خیلی رفته،
در حقیقت. کیان میگه مرسی مهرداد جان، میگه تو پرایس اکشن اساتیدی هستن که روزانه 30% به صورت ثابت در میاین، اونا آیا از سیستم خاصی در پرایس اکشن یا همون پی تی ای؟ پی تی ای سیستم منه، کار خودمه، اون کاری که میکنه قماره. 30% شما روزانه در بیاری، هفته 150%، ماهیانش میشه 600-700% در ماه در میاری. شما 4 ماه کار کنی دیگه کافیه، دیگه کل عمرت کار نمیکنی. به نظر این اعدادی که بهت میگم یه ذره خنده داره، قماره یا ساخته شده است. اعداد واقعی رو بهتون نشون دادم، ماهی شما بالای 7% بگیری خیلی کار کردی. نوسانو ببین، باید نوسانو ببینی و در حقیقت ببینی که چقدر میشه واقعا روی این کار. واقعیت چیه؟ واقعیت اون چیزی نیست که خیلی ها منتشر میکنن. امروز در واقع خیلی سیستم هایی وجود داره که کار میکنه، اما یادت باشه روزی 30% یه مقدار خنده داره. چند درصد میخوای ریسک کنی که 30% گرفتی؟ اصلا مگه میشه هر روز آدم 30% سود بکنه؟ من چند ساله دارم تو این بازار فعالیت میکنم، بزرگترین تریدرها از ما خیلی گردن کلوفتر و بزرگتر و به قول معروف تو وال استریت و با حجمای پالا روز عجیب غریب شما در پایان ماه روزی 1% نیم درصدم در آورده باشی بسیار عالی کار کردی. یعنی هر چیزی که استاندارد مارکت، استاندارد بازارهای مالیه، هر بیزینسی که شما بیشتر از در واقع حد تورم بتونی در بیاری در واقع سودده بوده. مثلا تو ایالات متحده الان تورم شاید 0.05%، 1%، شما 5% در بیاری خیلی خوب در آوردی. تو ایران رو نمیدونم، تو ایران خب یه چیز در واقع عجیبی. حالا محسن جالب میگه سنگ بزرگ علامت نزدنه، شانسیه. یعنی خیلی چیزا شانسیه. یه اعدادیه که شما روزانه 30% میگی آخر هفته شما 150% اکانتت رو 1.5 برابر کردی. یعنی این کاری که این دوستمون تو 5 سال من نشون دادم کرده، شما احتمالا تو 1 ماه میتونی انجام بدی. یا یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه. و مهرداد وارن بافت داره راست میگی، وارن بافت با این همه سرمایه‌اش همچین کارهای عددی نمیگه. خب بریم سراغ یورو یو اس تی. یورو یو اس تی جالبه که در واقع ما اینجا یه مثلث داشتیم که من خودم خیلی دوست داشتم برگرده از این مثلث ترید کنیم، اما نداد این ترید رو. و این مثلث قشنگی بود، مثل اتفاقی که اینجا افتاد، اینجا نداد، اینجا هم همین اتفاق افتاد. یه مقدار در واقع واکنشش اومد به صورت فالس بریک اوت شد، اما الان دوباره داره برمیگرده به اون ناحیه. میریم H4 ببینیم چه اتفاقی می افتاده. H4 در واقع حالا به نظر میرسه که اینجا یه ناحیه‌ای داره تشکیل میشه، همون ناحیه دیلی است و در واقع اومده لوهای پایین تر زده. باید ببینیم اگر اینجا واکنش رو به بالا ببینیم میتونیم بای بزنیم، اگر واکنش رو به پایین ببینیم میتونیم سل بزنیم. دو تا چارت خوشگل دیگه توی ویکلی در واقع دارم برای دوستان. یکیش اگر اشتباه نکنم پاوند به انزدیه، پاوند به انزدی چارت ویکلی پی تی ای. این چارت ویکلیشه، حالا دیلی ویکلی فرق نداره، دیلیش اینجوری، اما ویکلیش رو من میگم بخاطر اینکه جالب تره. اینجا در واقع ما یه الگو مثلث خیلی قشنگ داریم، کاملا اومده. الان به نظر میاد هفته گذشته فول بادی بریک اوت کرده. اگر مفاهیم در واقع اگر مفاهیم در واقع اصلی رو نمیدونین، در حقیقت بذار ببینیم دوستان چی میگه.
در حقیقت اگر من معذرت میخوام، کامنت ها رو نگاه میکنم، اینم دوستان سوالاشون تجوریه. اگر نمیدونین که فول بادی بریک اوت چیه، این کندلی که ما اشاره میکنیم، در واقع بیان و در حقیقت برین توی آرشیو ما توی یوتیوب و در حقیقت استفاده کنین از اون چیزی که ما قبلا ضبط کردیم. چجوری راحت ما بحث در حقیقت فالس بریک اوت رو اومدیم توضیح دادیم و گفتیم که چیه، چجوری میتونین این کار رو بکنیم. من نمیدونم الان، ببین کیان عزیز، یه بحثی با بچه ها دارین میکنین در مورد کار و بیزینس. بیزینس اون آقا، اون دوستمون چقدر در واقع سرمایش هست که روزانه 4 میلیون دلار داره به دست میاره؟ واقعیت مثلا اپل داری میگی سال گذشته، من میگم اپل 50 بیلیون دلار سود کرده، سود خالص. چند بیلیون دلار سرمایه، فسیلیتی، چقدر حقوق داده؟ هر بیزینسی رو باید درست چیز کنی، درست در واقع نگاه کنی. بعد از 15 سال میگی درآمدش به روزی 30% رسیده، هنوزم عدد عجیبیه، چون بعد از 15 سال سرمایت زیاد میشه و عدد در واقع 30% دیگه اون حجم اولیه پولت نیست. تو 30% سرمایت بعد 15 سال احتمالا میگی 4 میلیون دلار داره روزی در میاره. 30%ش 4 میلیون دلاره یه عدد عجیبیه، بازار رو تکون میده. اینا مثلا وارن بافت که دوستمون توضیح میده، وارن بافت وقتی میگه سهام که یه دونه در واقع کمپانی رو میره دنبالش بخره یا در موردش حرف میزن، سهام اون کمپانی میکشه بالا. عجیب نیست؟ در واقع سهام اون کمپانی میکشه بالا به خاطر اینکه یه نفر فقط گفته میخوام بخرم. اگه در واقع دنبال بهترین تریدر رو هستین، 10 تا نام برترش رو میتونم بگم بهتون. جورج سوروسه که راجبش بارها صحبت کردیم، جسی لیورموره، اد سیکتوای، جان پولسون، یه عالم جونز، دنیس، اینا آدمایی هن که ترید کردن واقعا. حالا جورج سوروس خودش رو در واقع خیلی تریدر هم نمیدونه، چون در واقع 10 میلیون دلار یک روز در واقع اومد، نگاه کن ریسک و نگاه کن، سال اگه اشتباه نکنم 92. حالا کتابش خیلی جالبه، تاریخچه‌شو برین جورج سوروس رو بخونین، عجیبه. 10 میلیون دلار تو یک روز، حالا خودش میگه اینوست کردم، چون نمیدونسته ترید چی اون زمان، در واقع میاد 10 میلیون دلار توی سینگل کارنسی که بریتیش پاوند بوده، همین پاوند انگلستان اون موقع، میاد شورت میکنه. خیلی عجیب بوده، 10 بیلیون دلار، و بازار خودش تکون میده. و علت اشتباهش هم همین بوده که یه اوردر بزرگ باعث میشه بازار تکون بخوره. سود ثابت هفتگی ندارن اصلا، این کار سود ثابت هفتگی نداره، باز مثل هر بیزینس دیگه. ببین درآمد ثابت هفتگی اصلا یه چیز عجیبیه، چون تو با در واقع درآمدت که هرچی میره بالاتر، اینا میان اینوست میکنن اون سرمایه رو. مثلا این ماه 1000 دلار داری، ماه دیگه میشه 2000 دلار، ماه دیگه خب درآمدشون بیشتر میشه، چون دارن با اون 2000 دلاره دوباره بیزینس رو میچرخونن. پس بنابراین نه میانگین وجود داره نه درصد ثابتی، چون عدده هی میره بالاتر. مثل بچه هایی که حالا پی تی ای رو گذروندن میدونن، وقتی من توضیح میدم میگم که آفری مجید، سرمایه لیکویده، سرمایه در جریانه. مرسی مجید جان. سرمایه در جریانه یعنی چی؟ یعنی 2% امروزت کمتر از 2% یه ماه دیگته، کمتر از 2% یه سال دیگه تا قطعا، شاید کمتر از 2% فردات باشه اگه امروز سود کنی.
پس خیلی مهمه این رو بدونیم که در واقع چرا معاملات شما حجم میشه هی میره بالاتر، به خاطر اینکه شما سود میکنین، هی داره سود میاد، هی اگه در واقع اگه این سیستم سودده ای انتخاب کنه و یعنی میتونه همون جوری هم ضرر کنه. در حقیقت ببین به خاطر همین مفاهیمی که 92% دی تریدرها میان در واقع لوز میکنن، 92%شون میان لوز میکنن و میبازن. خود اتفاقا تریدی که حالا اینم بگم جورج سروس سل میزنه در حقیقت خیلی جالبه، فالس بریک اوت بوده سل میزنه که از اون موقع خیلی معروف میشه به فالس بریک اوت میان. حالا دوستایی که دوست دارن میتونم براشون بگردم پیدا کنم و در واقع هر کدوم اینو بگم. خود وارن بافت میگه opportunity come infrequently، یعنی در واقع frequent میشه به صورت مداوم، میگه opportunity یعنی فرصت ها به صورت غیر متداوم میان، یعنی اصلا نباید فرض کنی که ای فرصت میاد، یعنی نمیتونی شانسی بدی که فرصت معاملاتی بعدیت کیه. یه عالمه اینا کوتای خوب دارن سعی میکنم بذارم، اما به هر حال شما نمیتونی بگی در واقع چقدر اینا سود کردن یا چقدر الان میکنن. مثلا جسی لیورمور فکر میکنم تو یه روز در واقع 100 میلیون دلار 929 به دست آورد. 100 میلیون دلار اون زمان. خب الان هر کاری کنی با هیچ تریدر امروزی نمیتونی نگاه کنی. اصلا اینا کتاب هست میتونین برین بخونین. مثلا تودور، پاول تودور که البته کتابش هم از جونز 1987 که اون بلک ماندی اومد استاک مارکت شورت شد، عددا رفت صفر، 100 میلیون دلار تقریبا، این عددی که میگم تقریبیه، 100 میلیون دلار تو یه روز به دست آورد. در واقع داو جونز شاید 22% اگه 25 از خیلی ارزش خودش رو از دست داد بلک ماندی تو 1987، یه سال بعد، 3 سال بعد اینکه من به دنیا اومدم. خیلی از اینا هست. مثلا یکی بود اسمش رو یادم نیست، بی یعنی نیوزیلند رو تو دهه 80 شورت میکنه 300 میلیون دلار به دست میاره و خیلی جالبه برای کمپانی هم ترید میکرده. 300 میلیون دلاری که به دست میاره فکر میکنم بونسش یه چیزی هولوش 3 میلیون دلار بونس بهش میدن. پس در حقیقت هیچ وقت فریب در واقع عددا رو نخورین. اینا تریدرایی هستن که 50 سال 60 سال تو این کارن و خب اونی که 300 میلیون دلار در واقع داره در میاره توی تریدش، سرمایه یه بانک، نیوزیلند بانک، داره سرمایه یه بانک و میدونی میلیون ها دلاره داره باش ریسک میکنه. پس احتمالا اون 1-2% ریسک کرده، 3% ریسک کرده، خیلی ریسکی نبوده کارش. ما صحبت های بیلیون میکنیم، مثلا جورج سوروس رو که بهتون میگم 1 بیلیون دلار عجیبه تو یه روز به دست بیاره. و خیلی از این در واقع مثال ها هست، اما ما مثال های اینجوری رو خیلی کاری نداریم. شاید 20 تا 30 تا 50 تا نمونه مثال های اینجوری باشه که در واقع سرآمد شدن، اینا تریدرهای بزرگ بودن. ما دوست داریم، خیلی دوست داریم اون اتفاق برامون بیفته، اما میدونیم سرمایه‌مون کوچیکه. شما با یه ترید 1000 دلاری قاعدتا نمیتونی 10 میلیون دلار در بیاری. واقعیته الان کار میکنیم، الان این بیزینسمون رو رام میکنیم تا 5 سال 6 سال آینده که در واقع این دوستمون دیدیم 240,000 دلار داره، 240,000 دلار سال دیگه میشه مثلا 300,000 دلار، 1 میلیون دلار، کم کم زیاد میشه تا به یه حدی میرسه که در واقع میتونه چیز کنه. الان اتفاقا آره مجید میگه وارن بافت یه بار بازار لندن رو برمیخ، اتفاقا الان جالبه چند تا کمپانی داره میره سمتش که خیلی جالبه.
که خیلی در واقع میان و خیلی دارن روش مانور میدن، خیلی ها رفتن خریدن از الان. علی میگه از لحاظ روحی روانی باید قوی باشی 100%، 100% باید قوی باشی. امیر حسین میگه اصلا بروکر اجازه نمیده 100% توی هر ترید سود کنی، لزومی نداره، لزومی اینو زنگ بزنی با در واقع بروکرت هماهنگ کنی، میتونی در واقع حسابای در واقع دیگه آن خودت گفتی درصد حساب استاندارد میتونی ایسی رو داشته باشی بازه. 100 دلار از دست بدیم یه ما دپرس میشیم. دقیقا همینه، دقیقا دیسیپلین. اگر دیسیپلین داشته باشی، اگر مطمئن باشی که در واقع این یک ضرر از ضررهای از 100,000 تا ضرر آیندته، اصلا اذیتت نمیکنه. اما اگه فکر کنی این ترید اول و آخرته که انجام میدی، احتمالاً دپرس میشی. یادتون باشه ترید بعدی که شما انجام میدین ترید اول و آخرتون نیست، یکی از تریدهایی که در آینده انجام خواهید داد. پس بنابراین دپرس شدن براش جایی نداره. مثل همین انزدی به کد تایم فریم ویکلی، من جدیدن چون بچه ها گفتن خیلی M15 و H1 و اینا تحلیل میکنی، من سعی میکنم تایم فریم های بالاتر هم باشه تا بچه هایی که تازه آشنا شدن وقت داشته باشه. کاملا در واقع ترید خوبیه تو تایم فریم ویکلی، به سمت فول بادی بریک اوت پیش رفته، در حقیقت الان پول بکش هم زده و داره میریزه. نمودار ویکلی رو داریم نگاه میکنیم، یعنی هر کدوم از این کندلا یک هفته طول میکشن تا در واقع بستشن. پس یادتون باشه اگر با در حقیقت برنامه ریزی پیش بریم، اگر در حقیقت برنامه داشته باشین، اگر بتونین خودتون رو ادابته کنین با شرایط مارکت. شرایط مارکت یکی از دلایلی که خیلی از تریدرهای مخصوصا تازه کار از این مارکت مایوس میشن، ناامید میشن، میرن، در واقع همینه که بچه ها نمیتونن متوجهشن که این بازار در حقیقت ضرر هم داره. مثل این چارت USDHKD ضرر داره، این چارتا صبر داره، صبر باید بکنی تا معامله بیاد. کاملا نگاه کنین بازار، من الان چند روز اینو تو واچ لیست میذارم مخصوصا بچه‌ای که دوست دارن تحلیل کنن، و نگاه کنین چقدر قشنگ. البته قبلا اینجا ما فرصت بای داشتیم، کاملا حرکت مثلث رو داشتیم اینجا توی این محدوده، اگه خطو بذارم توی این محدوده، و اومد قیمت کاملا مثلث، اومد قیمت شکوند رفت بالا، یه اعداد عجیب غریبی هم، یعنی شاید 1:5 1:6 رفت. از اون جو فرضایی است که این الان دلار به دلار هنگ کنگ، و در واقع از اون ارز است که وقتی حرکت میکنه مثل لیر ترکیه میشه، یه دفعه عجیب حرکت میکنه. الان یکی از اون جاییه که میتونه این اتفاق بیفته. من سلر نیستم اینجا، کاملا فقط منتظر فول بادی بریک اوت برگشت و بایم. میتونه یکی از اون اتفاقاتی باشه که نادره، اما خب وقتی بیفته شما توی ترید برین احتمالا اخبار اعلام میکنه. مجید یه جمله گفته، جمله خودمه، میگه چی؟ میگه در واقع نظم، 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 تمرین، تمرین، تمرین. یادتون باشه شما باید ادابت بشین با مارکت کاندیشن، باید در واقع شرایط مارکت رو بپذیرین. شرایط مارکت اینه که این بازار در حال حرکت به جلوه، جلو به سمت راست، ما نمیدونیم میره بالا یا پایین، هیچ قطعیتی نداریم، اما با تحلیل درست میتونیم در واقع ترید بکنیم. تحلیلمون در واقع با قطعیت مثلا 80% میتونه به ما بگه این بازار صعودی یا نزولی، و ما میتونیم همراه بشیم با مارکت. یادتون باشه ما موج سواری تمرین میکنیم تا موج سواری رو یاد بگیریم، و همیشه مترصد در واقع رسیدن اون موج ایدئال هستیم تا بتونیم رو تخته موج بلند شیم. اگر این کارو نکردین حتما امتحان کنین. اگر دوچرخ سواری میکنین شما در واقع میدونین توی یه لحظه خاصی باید در واقع شروع کنین به رکاب زدن،
تو سرعت بالا، تو سرعت پایین، تو سر بالایی، سر پایینی، اسکیت کسی سوار میشه، رانندگی، پا تو از رو گاز و کلاج یه دفعه باید با یه ریتم خاصی برداری. شاید مدت ها طول بکشه این اتفاق برات بیفته، شاید دفعه اول ماشینت بپره خاموش کنه، اما بعد یه مدت ناخودآگاه این اتفاق میفته. الان شما تو اون استیجی هستین که دارین تمرین میکنین، با تمرین بیشتر، هر چقدر چارت بیشتر ببینین، تمرینتون بیشتر بشه، به سمت جلو بیشتر میتونین حرکت کنین و در حقیقت استفاده کنین از فرصت هایی که تو مارکت هست. این بازار یه بازار سیاله، یه بازار در حال حرکت، و در واقع شما میتونین که تو این بازار کسب سود کنین. فقط کافی خودتون قبول کنین و بپذیرین که میتونین. هیچ بهانه، هیچ اکسکیوزی، هیچ دلسردی، هیچ ناراحتی از هیچ کسی پذیرفته نیست. یعنی من بعضی وقتا میبینم بچه ها ناراحتن، اصلا نمیتونم بپذیرم. هیچ بهانه‌ای برای دوستایی که امروز تو این وبینار نبودن نیست، به خاطر اینکه شاید دو تا جمله رو از دست دادن. اما شمایی که اومدی تو این وبینار شرکت کردی، قطعا فردا با دقت بیشتر، با انگیزه بیشتر میری جلو. همیشه سعی کنین انگیزه، این دقت، این مهارت، این استقامت رو به دست بیاری. در واقع کار تریدینگ یه کار ماراتونواره. شما چندین روز تمرین میکنی، چندین سال تمرین میکنی تا به یه آمادگی برسی، منتها اون آمادگی همیشه داری برای خودت. مثل ماراتون نیست یک بار در واقع بیای، مثل نمیدونم ورزش قهرمانی یک بار بری المپیک دوتا وزنه بزنی تمام شه کارت. شما همیشه اون آمادگی 100% رو باید داشته باشی. پس بهانه، عذر، نمیدونم دلایل کودکانه رو بذارین کنار، با در واقع مغز باز بشینین، پای چارت رو تحلیل کنین، اجازه بدیم چارت باهاتون صحبت کنه. این چارت عجیب و شگفت انگیزیه. کافیه بهتون بگم با دقت کردن بیشتر به این چارت میتونین پول در بیارین خیلی راحت. مخصوصا بچه‌ای که داخل ایران هستن، الان انگیزشون باید 100 برابر شده باشه. این به معنی این نیست که من پوشتون میکنم، هولتون میدم که سری برین ترید کنین پول دار میشین، نه. این به این معنیه که شما با دقت، تمرین و استراتژی منسجم و برنامه‌ریزی درست میتونین راهی که من و سایر دوستان و همین بچه‌هایی که الان جدیدن تو دوره ثبت نام کردن در واقع برین و به اون مقطع برسین. شما رو خط شروع هستین. خط شروع رو کافیه رد کنین. شما وارد مسابقه شدین و مسابقتون با خودتونه. بزرگترین در واقع در حقیقت دشمن این مارکت ذهن و روان آدمه. بعضی وقتا هنوزم که هنوزه در واقع این حس میاد سراغ من، نه سایر تریدرها، که بعد از یه شکست کوچیک یه ماه بعد کلن به سرت میزنه، دیگه این استراتژی کار نمیکنه. اما خب فرق من با بچه‌ای که تازه کارن یا تریدرهای دیگه اینه که من برمیگردم نتایج ماهای گذشتهمو میبینم، نتایج سالهای گذشتهمو میبینم، میبینم که کجا بودم، میبینم که یه روزی، یه سال پیش، دو سال پیش، یه ماه بعد داشتم، بعدش چه اتفاقایی برام افتاده. تجربه من میگه مداوم در واقع من هی برم سر بزنم به ماهای گذشته، سالهای گذشته، اینم چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، و در حقیقت درس بگیرم از اینا، و شاید با توجه به تکنیکایی که من خودم بلدم میتونم امروز در واقع خودم از اون دلسردی بیارم بیرون. پس 100% به شما اعتماد، به شما در واقع اطمینان میدم. شما میتونین در واقع توی این کار موفق بشین. فقط کافیه این ذهن برتر رو بپذیریم. فقط کافیه موفقیت رو صرف کنین. موفقیت یک راه نیست، موفقیت یک در واقع هدف نیست. موفقیت یعنی یک تغییر نگرش در طول مسیر. یعنی شما یه مسیری رو امروز، این موفقیتت، شروع میکنی، تصمیم میگیری اون در واقع کار رو شروع کنی، و موفقیت به معنی اینه که این تغییر نگرشت و استارت امروز در طول مسیر باهات میاد جلو.
بسیار عالی. مهرداد میگه من همیشه سعی میکنم تصویری از یک تریدر موفق در واقع داشته باشم. دقیقا هم همینه. بشینین با خودتون تصور کنین، تصور کنین. خیلی ویل اسمیت این کارو میکنه، خیلی آدمای دیگه این کارو میکنن. بعضیا میگن ویژن بورد، من میگم خودتون رو ببینین. تریدر امروز 10 دلاری خودتون رو نگاه نکنین، اونا 1000 دلاریه. اونا واقعا 1000 دلاریه. شما دارین تمرین میکنین. ترید یعنی همین. از کوچیک، سخت در این کارش هم همینه. از تریدای کوچیک شما بسازین اکانت خودتون رو به یه حدی که برسه، اون موقع دیگه راحتی. اون موقع دیگه هر تریدتون بشه 1000 دلار، 2000 دلار، دیگه راحتی، غم و غصه احتمالاً ندارین. و سخت‌ترین کارش هم همینه. سخت‌ترین کارش اینه که یک کار، یک استراتژی رو اوور اند اوور پشت هم مرتب هی بیای اونو اپلای کنی، هر روز یه کاری انجام بدی. اما قسمت و خبر خوش این داستانه که شما میتونید. پس اون کاغذ آی کانت رو، من نمیتونم رو، اون نونش رو جدا کنین. امروز با قیچی بنویسین که میتونین، این کار رو میتونین و میخواین که انجام بدین، و بلنشین از جاتون و در واقع تصمیمتون رو بگیرین و حرکت کنین. حرکت کنین که این بازار، مخصوصا من میدونم برای بچه های داخل ایران، بچه های بیرون ایران، بچه های فارسی زبان، هیچ چیزی از خیلی ها کم ندارین. این بازار های آی کیو نمیخواد، اسکیل بالا نمیخواد، همش اکتسابیه. همش رو مثل دوچرخه سواری میتونین یاد بگیرین. منتها یک بار برای همیشه باید شروع کنین. خبر خوش اینه که من و سایر دوستان در این راه در واقع هستیم در خدمت شما. بله پول بک زده. و در واقع و در حقیقت در این راه همراه شما هستیم و سعیمون بر اینه که در حقیقت مرتب بتونیم اطلاعاتمون رو با هم در میون بذاریم. تو کانال تلگرام میتونین در حقیقت شرکت در واقع ویدیو ببینین، و در حقیقت تو فیسبوک، تو اینستاگرام، تو سایر در واقع تو وبسایت ما میتونین پیشنهاد، انتقادی رو دارین در واقع بذارین. امیدوارم که هفته کاری عالی رو داشته باشین و در حقیقت هفته آینده بسیار هفته آینده هفته عالی رو داشته باشین و بتونین هفته پرسودی رو شروع کنین. پس تا درودی دیگر، بدرود.